خوش آمدید باز دوباره به برنامه امروز ما روز نجات، روز قوت خداوند ما، روز ایمان روزی که خدا ما را خطاب کرده که با ایمان مسیح راه بریم و همه شما عزیزان خوش آمد میگم در هر جایی که این برنامه رو میبینید چه از طریق فیسبوک، چه از طریق اینترنت، چه از طریق تلویزیون فیض خداوند با شما میخوایم با یه دعا شروع بکنیم و به درس مهممون امروز ادامه بدیم در نام عزیز عیسی مسیح نزد تو میاییم امروز از تو بسیار سپاس گذاریم به خاطر این فیض عظیمی که در مسیح به ما عطا کردی ای نام تو مقدس بود. هللویا مرسی به خاطر قدرت و قوت روح القدس که امروز ما رو به تمام حقیقت رهبری میکنه و با قدرت روح دی پدر ما رو تقدیس میکنه که ما بتونیم یه وسیله پاکی برای تو بشیم در نام عزیز عیسی خداوند با سپاسگزاری میتلبیم آمین عزیزان خدا رو سپاس میگیم باز به خاطر شما خیلی خوش آمدید و باز همونطور که میدونید این برنامه ها در فیسبوک پخش میشه اینه که اگر علاقه داشته باشید همون کاری که الان من انجام میدم شما اگر برید توی صفحه فیسبوک تو اون پایین صفحه نوشته که میتونید اینو شیر بکنید و تشویقتون میکنم اینو شیر بکنید با دیگران و بتونن دیگران هم این برنامه رو ببینن و بعد از این طریق اینها باعث برکت این عزیزان هم بشه اینه که کلام خدا پخش بشه از این طریق دعای من دا روزانه اینه که خداوند و دری باز بکن که این کلام به همه جا پخش بشه به قوم فارس به قوم افغانی به تاجیکی ها، به, به هر کسی که این زبون رو میفهمه کردها لورها این کلام پخش بشه که بتونه این کلام اینها رو بسازه خدا میخواد شما در ایمان ساخته بشی و قوت بگیری اول ایمان بیاری به مسیح و بعد در ایمان برقرار بشی و ساخته بشی اینه که ما ادامه میدیم به درسمون امروز کتاب افسسیان باب دوم آیه یک و دو رو با هم مطالعه میکنیم و شما که در خطایا و گناهان مرده بودید و شما را که در خطایا و گناهان مرده بودید زنده گردانید که در آنها قبل رفتار می کردید بر حسب دوره این جهان بر وقف رئیس قدرت هوا یعنی آن روحی که حال در فرزندان معصیت عمل می کنند می اینو در ترجمه شریف بخونیم در ترجمه شریف ببینیم چی میگه. گه در گذشته شما غیریهودیان به علت خطایا و گناهان خود مرده بودید و در راه های کج این جهان قدم می نهایید و از حکمران قدرت های هوا یعنی همان روحی که اکنون در اشخاص نافرمان و سرکش عمل می کند پیروی می کردید این کلمه که استفاده می کنه ما در گناهان خود مرده بودیم می خواهیم راجع به این صحبت بکنیم ولی قبل از اینکه راجع این صحبت بکنیم می به یه ساختاری داریم در مورد کتاب افسسیان میخوایم به این نگاه بکنیم تشویقت میکنم قلم و کاغذ وردارین که بتونیم با هم اینو مطالعه بکنیم ما میشه کتاب افسسیان رو به دو قسمت تقسیمش میکنیم این نوشتیم اینجا آیه ولی آیه اشتباه باب افسسیان باب یک تا سه و افسسیان باب چهار تا شیش اینه که شیش بخش افسسیان رو به دو قسمت ما تقسیم میکنیم قسمت اول باب یک تا سه و قسمت دوم باب چهار تا شیش میبینیم که یه پیامی در قسمت باب یک تا سهش برای ما داره شبیه خیلی پیامی که پولس در خیلی کتاب های دیگه صحبت میکنه راجبه که ما در مسیح کی هستیم و بعد قسمت دومش اینی که ما از, اون چیزی که هستیم چیجوری زندگی بکنیم اینه که یه قسمتش راجع به میشه گفت کاری که مسیح در ما انجام داده و یه قسمتش کاری که ما به وسیله مسیح انجام میدیم کاری که مسیح در ما انجام داده و کاری که ما به وسیله مسیح انجام داده باب یک تا سه به عنوان مثال اول راجع به دارایی یک روحانی یک ایماندار صحبت میکنه بخشی یکیش راجع به این زیاد صحبت کردیم که ما در مسیح چی دریافت کردیم چهار تا چهارده تا چیز مهم باز برید به این درس ها اگر نمیدونید مطالعه بکنید داریم اینو سیستماتیکی داریم جلو میریم از طریق این چی میگن متقارن یعنی داریم اینو قدم به قدم آیه به آیه داریم این کتاب رو مطالعه میکنیم که ببینیم در مسیح ما چه ارسی داریم در افسسیان باب 4 تا 6 راجع به راه روحانی ما صحبت میکنه اون چیزی که ما دریافت کردیم چه جوری استفادهش میکنیم افسسیان باب 1 تا 3 آیه موقعیت یک ایماندار رو صحبت میکنه افسسیان 4 تا 6 عمل کرده یک ایماندار رو صحبت میکنه اینه که اون چیزی که ما دریافت کردیم چه جوری ازش استفاده میکنیم افسسیان 1 تا 3 خداوند ما را در مسیح میبیند جهان باید مسیح را در ما ببیند افسسیان 4 تا 6 اینه که میبینیم قسمت اولش مسیح در ما کار میکنه قسمت دومش ما ایم که اون کاری که در مسیح کرده باست نشون بدیم به دنیا افسسیان باب یک تا سه در مورد امتیاز ما صحبت میکنه افسسیان 4 تا 6 تمرین اون امتیاز عمل کرد اون امتیاز افسسیان یک تا سه تعلیم رو به ما میده تعلیم کلام به ما حکمت رو صحبت میکنه افسسیان 4 تا 6 وظایف ما رو صحبت میکنه چه وظیفه ای ما داریم به عنوان یک ایماندار افسسیون یک تا سه میشه گفت مبنای تعلیماتی داره اصول تعلیماتی داره افسسیان 4 تا 6 اصول کاربردی داره یکیش ما رو میسازه یکیش اون چیزی که ما ساختیم عمل میکنیم افسسیان یک تا سه به ما مکاشفه میده که در مسیح ما کی هستیم ما به عنوان یک ایماندار در مسیح کی هستیم افسسیان چهار تا شیش مسئولیت یا وظایف یک ایماندار صحبت میکنه اینه که میبینیم هر کدوم اینها از لحاظ از لحاظ وظیفه ای از لحاظ عمل کردی فرق میکنه باز اینو بازش میکنیم به صفحه جدید میریم صفحه جدید که از این قسمت شروع بکنیم افسسیان یک تا سه راجب برکات یک ایماندار صحبت میکنه افسسیان چهار تا شیش راجب به طرز رفتار یک ایماندار صحبت میکنه باز اینجا ایمان ماست باور ماست یقین ماست افسسیان یک تا سه باز اون یقین رو چجوری به کار میبریم افسسیان چهار تا شیش. امتیازات یک ایماندار دوباره وظایف یک ایماندار ارث ما در مسیح افسسیان یک تا سه. زندگی که ما روی زمین داریم در مسیح اینی که اینها همه به هم ربط داره دانستن و درک ثروت ما در مسیح افسسیان یک تا سه. افسسیان 4 تا 6 زندگی با ایمان به ثروت ما در مسیح افسسیان یک تا سه کار مسیح در ما یا کاری که مسیح انجام داره کار یک ایماندار یا راه یک ایماندار کار مسیح راه مسیح باز برگردیم به این اینو بالا ببریمش میبینیم باز قسمت مختلف اینجا هست افسسیان یک تا سه مسیح در ما مسیح چهار تا شیش به وسیله ما باب یک تا سه راجبه ما در مسیح هستیم اینجا میگه مسیح در ما عمل میکنه در ما کار میکنه اه افسسیان یک تاسه راجع به کلام خدا صحبت میکنه افسسیان چهار تا شیش راجع به راه یک مسیح صحبت میکنه جایگاه آسمانی مقابل با راه زمینی چه کسی در مسیح هستیم و از آن که هستیم در مسیح از آن که هستیم در مسیح ما متعلق به مسیحیم و اینو بایستی توی زندگیمون نشون بدیم یک تا سه هویت ما رو صحبت میکنه چهار تا شیش وظیفه ما رو صحبت میکنه یک تا سه موقعیت ما مقام یک ایماندار رو صحبت میکنه چهار تا شیش عمل کرده یک ایماندار رو صحبت میکنه یک تا سه حکمت الهی به ما نشون میده چهار تا شیش اصول اخلاق یک ایماندار اینه که اینجا ما میبینیم از لحاظ روحانی چه واسطه چه میشه گفت رابطه ای بین مسیح در ما عملکرد مسیح در ما و عملکرد ما در این دنیا یعنی که کتاب افسسیان میشه گفت راجب اینه مسیح برای ما چی کار کرده در ما چی کار کرده و ما به وسیله مسیح چه کاری انجام میدیم چون عملکرد مسیح در ما زندگی ما رو چیکار میکنه عوض میکنه و یک موجود تازه ای از ما میسازه باز برمیگردیم به افسسیان باب یک باب دو میخوام و در آیه یک میگه میگه شما در گذشته شما غیر یهودیان به علت خطایا و گناهان خود کلمه که استفاده میکنه مرده بودید راجب اول مرده مرگ فیزیکی صحبت نمیکنه بلکه داره راجع به مرگ روحانی صحبت میکنه میخوایم اینو باز بکنیم به بریم روی تختمون و اینو ما بنویسیم کلمات یونانی شو که از این طریق ما بتونیم یادداشت بکنیم این کلام رو براتون خیلی مهمه این کلمه مرگ به زبان که شما مرده بودی یه کلمه ای به نام نکروس به یونانی نکروس نکروس یعنی مرگ یک موقعیتی که نفس و روح انسان از جسم خارج میشه البته اینجا راجع به مرگ روحانی داره صحبت میکنه که گفتیم مرگ روحانی مرگ روحانی دو تا چیز داره یک مرگ روحانی قطع رابطه انسان با خدا و بعد دو یکی شدن با ذات شیطان یعنی اینکه ما وقتی انجیل میگه ما مرگ روحانی داریم ما از خدا دور شدیم یعنی اینکه ما اول از خدا قطع رابطه پیدا کردیم و بعد اینکه همزات ما با شیطان شدیم ببینید اینو در انجیل میبینیم در کتاب پیدایش باب دو در آیه 17 میفرماید خدا به آدم گفت از این درختی که بهت میگم نبایستی بخوری اما آیه 17 میگه اما هرگز از میوه درخت شناخت خوب و بد نخورد زیرا اگر از آن بخوری در همان روز خواهی مرد آدم البته وقتی از این درخت خورد 960 سال بعد زندگی کرد اینی که مرگ اولی که خدا ازش صحبت میکرد به آدم یه مرگ فیزیکی نبود گفتیم سن و مرگ وجود داره بریم روی تختمون باز اینو بنویسیم یکی یک مرگ روحانی گفتیم مرگ روحانی رو توضیح دادیم یعنی چی؟ دو قطع رابطه انسان با خدا و یکی شدنش با ذات شیطان دو مرگ فیزیکی که قطع رابطه مرگ فیزیکی قطع رابطه روح و نفس انسان با جسمش اینه که اینو بهش میگیم مرگ فیزیکی و بعد مرگ دوم انجیل خطابش میکنه مرگ دوم یا مرگ ابدی که اون قطع رابطه قطع رابطه روح نفس و جسم انسان جسم انسان تا به عبد از خدا انسان از بین نرفتنیه انسان یه موجود روحانیه روحش هرگز از بین نمیره ارواح از بین نمیرن جسم ما فیزیکیه و این جسم هم حتی وقتی میمیره تبدیل میشه به خاک تبدیل میشه یا به ذره به هر چیزی که هست ولی کن جسمی که انسان ها بعد از داوری میگیرن جسمشون تا به ابد زنده است حالا تا به ابد یا در تاریکیان در در ظلمتان در زیر شکنجه و آزار و غیر و زالک در جهنم از خدا کاملا دورن اینو بهش میگن مرگ دوم نیکه که مرگی که خدا به آدم صحبت میکرد میگه اگر از من نافرمانی کنی همان روز که از این میوه بخوری خواهی مرد آدم اون روز که از این میوه خورد نمرد 906 سال بعدی زندگی کرد ولی روحش مرد روحش با خدا قطع رابطه پیدا کرد برگردیم به انجیلمون اینجا در کتاب رومیان باب پنج آیه خیلی مهمیه آیه دوازده خیلی آیه مهمیه میگه گناه به وسیله یک انسان به جهان وارد شد و این گناه مرگ را به همراه آورد در نتیجه چون همه گناه کردن مرگ همه را در بر گرفت گناه به وسیله یک انسان وارد جهان شد و این گناه مرگ آورد جر نتیجه چون همه گناه کردن مرگ را همه در بر گرفت گفتیم راجع به این قبلا توضیح دادیم که خدا وقتی آدم و ساخت بذار بگیم این آدم آدم اول خدا وقتی آدم و ساخت توی ذات آدم تمام ذات انسان ها رو گذاشت نطفه همه انسان ها گذاشتی شد توی آدم آدم شد بارور میشه گفت و آدم شد حمال تمام انسانهای روی زمین وقتی آدم گناه کرد سقوط کرد این ذاتش ادامه پیدا شد به همه این ذاتی که درش وجود داشت این ذات منتقل شد به همه این ذات گناه بگیم یا اگه این ذات گناهه به همه روی زمین انتخاب پیدا کرد اینه که همه در آدم گناهکار شدن یه چیز جنتیکیه آدم وقتی گناه کرد اون ذات گناهش وارد بچه شد وارد بچه اون بچه اون شد وارد بچه بچه اون شد, بچه، بچه اون شد، و بچه و... یعنی انجیل میگه همه در رومیان باب سه ببینید چی میفرماید میفهمد می همه گناه کردن و از جلال خدا بیاریم در باب بعد رومیان باب سه میگه همه گناه کردن آیه 23 و از جلال خدا محرومن بدون در نظر گرفتن اینکه این افراد چه خوبن چه بدن همه گناه کردن همه از اون حدی که خدا معین کرده اینها سقوط کردن از اون جایی که خدا اون میشه گفت اون سطحی که خدا معین کرده همه بهش برسن هیچکی به این سطح نمیرسه این کلمه ای که استفاده میکنه گناه در انجیل نه تا کلمه برای گناه ما داریم یکیش یک کلمه ای هست به نام هامارشیا هامار شیا هامارشیا یعنی یک هدف و هدف را نزدن میدونی اینا تیر میزنن به هدف و یه مارکی دارن میگن اینجا تیر بزنی به این اینو وقتی ما مارکمو تیرو میزنیم تیرمو میخوره اینجا تیرم میخوره اینجا هیچ کدوم تیرشون به این نخور اینو بهش میگن گناه گناه یعنی اون سطحی که خدا معین کرده هیچ کدوم از ما به اون سطحی که خدا معین کرده نمیرسیم حالا شما نماز بخون روزه بگیر سینه بزن تازیه کن پول بده به فقرا مسجد بساز هزار برو مکه برو چند بار برو مکه چند بار حاجی بشو حاج خانوم بشو هنوز که هنوزه این چیزی که در شما وجود داره گناه جلوی اینو میگیره که شما بتونی با خدا رابطه داشته باشی یعنی چی؟ یعنی همه اعمال خوب شما همونطور که کتاب اشیای نبی در باب 64 ما میخونیم میگه همه 64 آیه 6 میگه زیرا جمعی ما مثل شخص نجس شده ایم و همه اعمال عادله ما مانند لطه ملوث می باشن. یه, لب... یه... یه لباس کثیف یه لباسی که بوی گند میده و همگی ما مثل برگ پژمرده شده گناهان ما مثل باد ما را می رو باید خیلی جالبه قانون که میاد شریعت که میاد گناه آشکار میشه اه شریعت اسلام که اومد تو ایران آشکار کرد که اکثر مردم ایران موادی هن. الان خدا میدونه چند میلیون تو ایران تریاک میکشن خدا میدونه چند میلیون توی ایران مشروب استفاده میکنن خدا میدونه چقدر از مردهای ایران زنا میکنن تو ایران سیغه گرفتن و به این وسیله زنا میکنن شریعت که اومد شریعت که جلوی مردم رو گرفته میشه اون چیزی که توی درونشونه یواشکی انجام میدن بیرون میاد باز میشه مغازه های مشروب رو تو ایران بستن مردم یاد گرفتن تو خونه شون چجوری مشروب درست بکنن جلوی تفریح مردم رو گرفتن تریاک مثل میگن مثل آب خوردن تو ایران زیاد شده توی همه جا حتی بین آخوندها بین ملایانشون بین آخوندا و آیت الله هاشون هم اینا میشینن تریاک میکشن این نشونگر این که گناهی که در ذات انسانه شریعت که اومد قانون اسلام که اومد اینها رو فشار بده این بالا زد مثل یه آب گازداری میمونه هی شما اینطوری توی شیشه تکونش بدی درشو که ببندی این گازه میخواد بیاد بیرون بترکه به محض اینکه یه ذره این در شیشهش رو داره این بطریش رو باز میکنی همه این فشار میاد بالا این کاری که توی ایران انجام شد میشه گفت همه اعمال گناهالود ما اینا چی شد؟ اینها نمایان شد باز شد برای همه اینی که انجیل میفرماید که همه گناه کردن و همه از جلال خدا محرومن ببینید رومیان باب سه آیه 12 چی میگه؟ میگه همه آدمیان از خدا رو گردانیدن ای بابا این همه ما مسلمون داریم که صبح تا شب نماز میخونن روزه میگیرن زنجیر میزنن هزار و یک کار روحانی انجام میدن ولی انجیل میگه اینا همه اعمالشون اعمال مذهبیه در حضور خدا هیچ ارزشی نداره از لحاظ انسانی از لحاظ مذهبشون ارزش داره ولی از دید ماها هیچ ارزشی نداره مثل این میمونه که شما یه چیز از فرهنگی میگیری از دید فرهنگ دیگه این خیلی ناپاکه به عنوان مثالیه نمیدونم کجا, کجا هست توی چه قسمتی از دنیا هست که وقتی غذا میخوری اگه آروغ بزنی میبخشید این نشونگر اینه که این خیلی غذاش خوشمزه است توی فرهنگ دیگه اگه این کارو بکنی این نشونگر بیعدبی و بی احترامی و بی فرهنگی یه فرده میگه از دید اون فرهنگ اونایی که آراغ میزنن از دیدشون درسته توی اتیوپی به عنوان مثال وقتی بیریم مهمونی یکی میشه باید غذا رو بگیرن با دست بدن به دهن شما این نشونگر مهمون نوازی شونه شما باید غذا رو بگیری با دستت بدی بزن دهن اونها این یک چیز فرهنگیه من یه فیلم مستندی خانومی هم دیدم که ایشون دست نداره به ده بدون دست به دنیا اومده و هر کاری که میکنه با پاش انجام میده این رفته بود اتیوپی با پاش سینی گذاشتن جلوش با پاش نون رو برداشت با انگشتای پاش غذا رو کرد توی دهن اون فردی که دعوتش کرده بود خونش من اینو که دیدم خیلی حس میخوام حالت استفراغ بهم دست داد تهوع بهم دست داد که این این چقدر این چقدر از لحاظ من که باست هزار بار دستم بشورم قضا کسی دست به اینم نظر رو. چقدر من حالا تحوه دستم از دید من یه چیز خیلی ضد میشه گفت اه اه از لحاظ بهداشتی ضد بهداشته و یه چیز خیلی کسیفیه از لحاظ اونها یه چیز خیلی مهمیه نگه از دید مسلمون ها روزه گرفتن نماز خوندن یه چیز خیلی مهمیه از دید خدا یه چیز خیلی کثیفیه. چون خدایان غیر رو شما داری میپرستی وقتی نماز میخونی شما با خدای حقیقی صحبت نمی کنی خیلی هم از لازم منطقی هم میشه تا اینو فهمید چرا یه خدایی که اگه حقیقی باشه با زبان عربی باش صحبت بکنی چرا نمیتونی با زبان خودت باش صحبت بکنی چرا باید یک کلمه رو هی پنج بار در روز هزاران بار تکرار بکنی این چه خداییه که یه ورد بهت میده این ورد بخونی یعنی خدا اینقدر خدایی که خالق این آسمان و زمینه این همه اصول فیزیکی و اصول ریاضی معین کرده تو این دنیا این همه درست و با ارزش و با منطق بیاد یه چیزی به شما بده شما پنج بار تکرارش بکنیم خدا بسم الله الرحمن الرحیم خدا رحیمه الحمدلله رح رب شکر خدای رحیم و رحمان همش اینو هی بگی مثل اینکه بیای به پدرت هی بگی بابا تو ریشت چقدر قشنگ بابا تو صورتت بابا حالا یه بار اینو میگی دو بار اینو میگی سه بار میگی بعض موقع که دلت محبت میکنه میگی به زبان خودت هم میگی ولی بیا هی بگی هر روز بیا بابا ریش ریش چه قشنگ بابا مو چقدر قشنگ مسخره است اینی که از دید اسلام موقع که من مسلمان بودم نماز میخوندم میگفتم این چه چیزیه چه 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 چیزی داره ولی باورتون باشه توی نمازایی که میخوندم یک بار من به فکر خدا نبودم فکرم همه جا بود به جز خدا چون چطور میتونی با یه کسی یه ورد بخونی پیش یکی از دوستات بری ورد بهش بگی بعد همزمان باش بخوای شراکت داشته باشی همچین چیزی غیر ممکن اینی که از دید شما از دید اسلام درسته ولی از دید خدا یه چیزی کثیف و پاک ناپاکه یه چیزی که حتی خدا نمیتونه گوش بده به صدای شما چه برسه اینکه قبول بکنه اینه که انسان ذاتا درونش کرم داره در درون همه ما کرم وجود داره همه انسان ها کرم دارن کرمشون رو از شیطون گرفتن این کرم شیطانیه یه ذات کثیفه این ذات کثیف اگر در حضور خدا بیسته جا به جا خدا بایستی محکومش بکنه برای همین خدا نمیتونه با شما رابطه داشته باشه اگر خدا با شما رابطه داشته باشه اگر صداش حرف بزنه صدای خدا شما رو جا به جا میکشه از بین میبره اگر خدا در حضور خودش و حضورش رو به شما ظاهر بکنه شما جا به جا خواهی مرد چرا که انسان ها محکومن ذاتشون ذات زاتش شیطانیه و به محض اینکه در حضور خدا میستن محکوم میشن غیر ممکنه این که انسان نمیتونه با خدا رابطه داشته باشه شما هی نماز بخون هی روزه بگیر هی زنجیر بزن من بهت قول میدم شما اگر 100 سال 50 سال 10 سال 5 ماه سه ماه سی روز چهل روز شب و روز نماز و دعا و روزه بگیری یک بار خدا صدات رو چرا؟ چون اون مذهبی که به شما داده شده مذهب دروغینه از جانب خدا نیست خدا در این مذهب نیست اعمالش اعمال ناپاکه از لحاظ اخلاقی اسلام اعمالش کسیفترین ناپاکترین سیستم اخلاقی روی زمین رو داره من اگر بخواید با هر کدوم از دانشمندان الهیات شما بحث میکنم راجع به این مسئله راجب زندگی محمد یه کتابی هست در مورد زندگی محمد بهش میگن Life, Life محمد زندگی محمد ابن اسحاق اینو نوشته یکی از علمای اسلامی دوی سال بعد از مرگ محمد تنها کتابی که ما سند درست زندگی محمد داریم همه سنی ها این کتاب و قبول دارن در مورد شیعه ها نمیدونم چون اون زمان من راجب به این کتاب زمانی که در ایران بودم اطلاع نداشتم نمیدونم اگر این کتاب رو قبول دارن یا نه زندگی زندگی محمد به جانب ابن اسحاق این کتاب شما اگر بخونی میگم پرسنت ترین کتاب چون حدیث که راجب به محمد حرف میشه هزار و یک قصه بافتن در مورد محمد و حدیث ها محمد زده هم دیگه این یه چیزی میگه اون یه چیزی میگه اینی که خیلی از احادیث ساخته شده است ولی این کتاب تنها سند درستیه که ما در مورد زندگی محمد پیامبر اسلام داریم به قول خودش پیامبر شما اگر این کتاب رو مطالعه بکنی من تشویقتون میکنم این کتاب رو بگیرید مطالعه بکنید اگر برین توی اه توی اه گوگل الان همین الان براتون من پیداش میکنم اگر برین توی گوگل و اینو گوگلش بکنید بنویسید لایف آف محمد لایف آف محمد پی دی هم حتی وجود داره شما میتونید پی دی رو بخونید ولی به زبان به زبان انگلیسیه uh, ابن اسحاق این کتابه uh, از آمازون هم میتونید شما اوردر بدین شما که خارج هستید The Life of محمد زندگی محمد سیرت رسول الله این کتاب شما اگر ترجمه از از ابن ها این کتاب شما اگر مطالعه بکنید گفتم فکر کنم این حتی پی دی هم مجانی میتونید شما دانلود بکنید پی دی افش و اینش پی دی افشه اگر این درست باشه لایف محمد پی دی افش هم بس بس بگردین ببینین چون بعضی که میگه PDF امکان داره پی دی اگر این درست باشه اگر این باشه نه این نیست اینه که برگردین و اینو اگر بتونید بخرینش فکر کنم بتونید دانلودش هم بکنید زندگی محمد من. من میخوام شما این کتاب رو مطالعه بکنید این کتاب اه شاید یکی از تکون دهنده ترین کتابایی که من مطالعه کردم که این مردی که پیامبر اسلام چقدر این کشتار چقدر این زنا کرد در این کتاب چه داستان هایی از این تعریف میکنن چه جوری افراد و دستشون رو زد چقدر آدم کشی کردن این واقعا اگر خدا پیامبر خدا اینطوریه دیگه ببینم اون خدا چیه دیگه ببینید اون خدا چقدر درش لعنت وجود داره اینه که من تشویقتون میکنم شما مطالعه بکنید انسان از خدا دوره پولس رسول در انجیل میفرماید در اول قرنتیان باب دو میفرماید کسی که روحانی نیست کسی که از روح خدا متولد نشده انسان معمولی حالا از هر مذهب و قبیله و قومی باشند یک کسی که روحانی نیست نمیتواند تعالیم روح خدا را بپذیرد زیرا به عقیده اون این تعالیم پوچ و بیمانی هستند و در واقع چون تشخیص این گونه تعالیم محتاج به بینش روحانی هست آنها نمیتوانند آن را درک کنند ما حتی درک چیزهای الهی هم نداریم چه برسه که بخوایم ما خداشناس باشیم یا خدا رو خشنود بکنیم حتی اینکه فهم اینو داشته باشیم که خدا چی میگه رو نداریم ما انسان ها غیر ممکنه بتونیم نزدیک خدا بشیم ببین خداوند چی میفرما در یوحنا باب 6 آیه 44 میگه هیچ کس نمیتواند نزد من بیاید مگر اینکه پدری که مرا فرستاد او را به طرف من جذب نماید و من او را در روز بازپسین زنده خواهم ساخت هیچ کس نمیتونه حتی نزد خدا بیاد چه برسه به اینکه ما خداشناس باشیم غیر ممکنه انسان برای همین از خدا دوره میگن اگر خدای هست چرا همه مرگ و بدبختی و فقر و سیل و طوفان و این همه مصیبت ها روی زمین به خاطر اینکه خدا خدا این جهان نیست شیطان شد خدا این جهان وقتی آدم اقتدارش رو فروخ به شیطان شیطان شد خدای این جهان اینه که برای همین این ذات شیطانی که در انسان ها وجود داره این همه ببینید الان توی سوریه چقدر آدم کشته شده ببینید توی عراق چقدر آدم کشته شده ببینید توی ایران هنوز که هنوز اینا چقدر آدم میکشن چقدر رو الان من دیروز خبر خوندم که توی زندان ایران چند نفر رو کشتن و بعضیشون ایماندار بودن اینها مرگ در درون ذات انسان بی دلیل نیست اینا همه شعار میدن مرگ بر این مرگ بر اون میگه زبان از اون چی که قلب پره صحبت میکنه اینا قلبشون پر از مرگه زبونشون هم پر از مرگ و فوش و یوحنا بابسه رو خوندیم اگر همه این بخش رو مطالعه بکنید در یوحنا بابسه میبینید میگه گلویشان آیه 13 میگه گلویشان مثل قبر روباز است یعنی چی یعنی پر از دشنام زبانشان را برای فریب دادن به کار میبرن همش دروغ میگن میخوان سر این کلا بزنن سر اون کلا بزنن از لبهایشان سخنانی مهلک مانند زهر مار جاری است آیه 14 دهانشان پر از دشنام زننده است این ذات انسانیه و پاهایشان برای خونریزی شتابانند به هر جا که میروند ویرانی و بدبختی به جا میگذارند این واقعا داره راجع به ما ایرانیا صحبت میکنه نه تنها ما ایرانیا بلکه همه قوم بشر قوم بشر قوم انسان ها من مناطقی از توی لاس انجلس که اینا مختص به اقوام مختص یه قسمتی از مال ارامن است یه قسمتی از مال ایرانی هاست توی این مناطق که میری میبینی این روحی که در اینها توی کشورشون کار میکنه وارد این منطقه شده بی‌نظمی و کسافت و هر جو مرج و دزدی و کلاهبرداری و این از اون شکایت بکنه این با این دعوا بکنه این پول اینو بخوره من تالا نشده با یک ایرانی طبیعی صحبت بکنم که یکی پولشو نخورده اینجا از خودشون از بین خداشون این ذاتی که در ما وجود داره این ذات ناپاکی که در همه انسان ها وجود داره فقط و فقط به وسیله خداوند ماست که از بین میره ببینید یه آقای هست دانشمند الهی به نام کنت وست ایشون میگه تمام افکار اینها مطابق این آیه که خوندیم افسسیان باب دعای یک میگه تمام افکارشون تمام حرفهاشون و تمام اعمالشون در محوته گناه در اتمسفر گناه خارج از گناه نیست اگر گناه ها مثل فضا حس بکنی میگه تمام اعمال اینها در فضای گناه میگه یک کدوم از اعمال اینها خارج از این دایره گناه نیست این شکستیه که در ذات انسان ها وجود داره در کتاب کلوسیان باب یک پولس میفرماید میفرماید شما زمانی از خدا دور بودید آیه 21 و با اعمال و افکار شریرانه خود با او دشمنی داشتید اما اکنون او به وسیله مرگ جسمانی مسیح شما را با خود متحد ساخته است تا شما را پاک بی عیب و بی آلایش به حضور خود بیاورد میگه ما زمانی با افکار اعمال کلماتمون با خدا دشمنی داشتیم ولی خدا به وسیله عیسی مسیح به وسیله مرگ مسیح ما رو چیکار کرد ما رو نزدیک کرد اینی که ما با خدا نزدیک شدیم امروز به وسیله ایمان به, به وسیله خون عیسی مسیح و ایمان به او ما با خدا نزدیک شدیم این ذاتی که این کرمی که در درون ما بود روی صلیب با مسیح میخکوب شد و خدا ما را از اون ذات آزاد کرد از ذات شیطانی آزاد افساسیان باب چهار آیه هفت میفرماید میفرماید پس به نام خداوند این را میگویم و به آن تأکید میکنم که شما دیگر نباید مانند کافران که در پیروی از خیالات بیهوده خود به سر میبرند زندگی کن میگه مثل افرادی که در گناه زندگی میکنن شبیه اونا فکر نکنید شبیه اونا راه نرید شبیه اونا حرف نزنید اگر به شما میپرن شما بهشون نپرید اگر با شما دعوا میکنن شما باشون دعوا نکنید اگر از شما بد میگن شما ازشون بد نگید اگر پشت سر شما غیبت میکنن پشت سرشون غیبت نکنید اگر حرفشون زشته حرف زشت نزنید انجیل میگه ما در خیلی چیزها آزادیم ولی نباید این آزادی رو استفاده بکنیم برای اون ذاتی که قبلا داشتیم ما آزادیم در مسیح زندگی بکنیم من آزاد نیستم که همه رو بزنم با این دعوا بکنم با اون دعوا بکنم یکی به من بعد میگه برم به دیگران بدیشو بگم من آزاد شدم که ببخشم من آزاد شدم که محبت بکنم من آزاد شدم که اگر به من بی احترامی میکنن من بهشون احترام بکنم اگر حرف زشت میزنن من حرف خوب براشون بزنم آزادی که ما در مسیح داریم این نیست که اون آزادی نیست که بخوایم از نفس گذشتمون استفاده بکنیم بلکه آزادیه که به ما فرصت میده ما در مسیح بشیم یا آقای موزیگری هست ایشون میفهمد که انجیل رو میشه به شش تا کلمه تعیینش کرد اگر بیاریم کتاب افسسیان باب دو آیه یک میگه این شش تا کلمه رو در کتاب افسسیان باب دو میبینیم باب دو آیه بذاریم من اینو برم توی چیزی عوضش بکنم که بتونیم اینو با هم بنویسیم نوت داریم لطفا در این مورد و از این طریق ما بتونیم این کلمات یادمون باشه. من از این رنگ آبی رو بردارم بتونم اینجا بنویسم همزمان. اوکی. Okay. این چ... این 6 تا کلمه رو به زبان در این انجیل می‌بینی. میگه دو تا کلمه اولش شما بودید. اینی که میشه گفت قسمت اولش شما بودید. چی بودیم؟ مرده بودیم. قسمت دومش میگه اما خدا در آیه چهار اینو ما میبینیم. میگه اما خدا این،, این دو تا کلمه بعد. شماره دوش میگه اما خدا و بعد قسمت سومشو در آیه هشت میبینیم در آیه هشت میگه از طریق ایمان از راه ایمان راه ایمان اینه که سهش میشه راه ایمان ما چی بودیم؟ مرده بودیم اما خدا ما رو چیکار کرد؟ زنده کرد و بعد از طریق ایمان ما نجات پیدا کردیم اینه که این شش تا کلمه رو میشه گفت وقتی شما بشارت میدی از این شش تا استفاده بکن ما قبلا چی بودیم در خارج از خدا مرده بودیم از خدا دور بودیم اما خدا به وسیله فیض خودش میگه در آیه ای اینو ما عوضش بکنم در آیه چهار میگه اما خدا آنقدر در رحمت و بخشش ثروتمند و در محبتش نسبت به ما کریم است که گرچه به علت خطاهای خود مرده بودیم ما را با مسیح زنده گردانید و از راه فیض خداست که شما نجات یافته اید با ذرای میگه میگه زیرا به سبب فیض خداست که شما از راه ایمان نجات یافته اید. اینه که ما به وسیله ایمان به عیسی مسیح یک حیات دوباره پیدا کردیم من بارها به این فکر کردم امروز به این فکر کردم که خدا واقعا منو از چه زندگی ناپاکی آزاد کرد خدا رو هزاران با من سپاس میگم که من وارد پاکی با خدا شدم یه زندگی که تقدیش شده است تقدیش یعنی جدا شده من جدا شدم برای خدا که خدا در زندگی من جلال پیدا بکنه که خدا بتونه از من استفاده بکنه برای جلال نامش خدا میخواد از همه شما استفاده بکنه برای جلال نامش خدا میخواد شما یه وسیله ای بشی انجیل میگه در یه خانه ظرف های مختلفی است من خانومم ظرف از مادرش دریافت کرده که این ظرف ها رو شاید ما یه سال یه بارم هم استفاده نکنیم چرا چون ظرفیه که سری میشکنه این ظرف سری که بشکنه غیر قابل است ریزش توی سطل افرادی هستن در مسیحیت که اینها یه تلنگه بهشون میزنی ناراحت میشن میرن از کلیسا بیرون پشت سرت حرف میزنن غیبت میکنن همش توی جنگ و جدال و دستبندی و این با این میشه اون با اون میشه این اینو دوست نداره این, این دوست نداره خدا نمیتونه از این افراد استفاده بکنه چون ظرفی نیستن که قابل ولی یه ظرفی ما داریم توی خونه که همش این ظرفا رو ما میشوریم می هی ازش استفاده میکنیم هی استفاده میکنیم هی استفاده میکنیم یه تخته ای هست من تخته پلاستیکیه هر روز از این استفاده میکنم میوه میبرم هر موقع من میوه میبرم این چاقوی من میخوره به این تخته یه چیزیشو میبره ولی جنسش کلوفته <applause> شنیدی میگه یکی گردن کلوفته ولی این گردن کلاف نیست جنسش کلوفته یه جنسی که میشه بهش پرید ازش صدا در نمیاد میشه ازش غیبت کرد بعد نمیگه وقتی غیبت میشنه. یه فردیه که یه ظرفیه که دائم هی hey, میره زیر آب توی ظرفشویی ماشین ظرفشویی میاد بیرون هی hey, با چاقو بریده میشه هی hey, هی استفاده زیاد زیادتر از همه ظرفهای دیگه هر روز ما از این ظرف استفاده میکنیم چرا چون قابل استفاده است برای صاحبش انجیل میگه شما اگر خودتون رو پاک بکنین از این روشهای های دنیوی از این سیستمی که در فکری که در قبل داشتید راهی که در قبل میرفتید طرز رفتاری که داشتید خدا میتونه از شما استفاده بکن. خدا میخواد از شما استفاده بکنه میخواید خدا از شما خوشنود بشه میخواید خدا دلش وقتی شما رو میونه ببینین آقا رو میتونیم حسن آقا رو میتونیم استفاده کنیم خواهر مریم رو میتونیم ازش استفاده کنیم یه کسیه که میشه ازش استفاده کرد ظرفی که میشه زیاد استفاده نمیشکنه از بین نمیره رنگش عوض نمیشه وقتی سختی میکشه جاشو عوض نمیکنه وقتی ناراحتش میکنن دلشو میشکنن بلند نمیشه ترک بکنه بره یه هوی ول بکنه کارشو یه فردیه که استوار یه فردیه که دووم داره یه فردیه که قابل حمل قابل حمله باره میتونه بار هم بکنه یه فردی که بخشنده است میبریش زیاد صداش در نمیاد یه فردیه که قابل استفاده از صاحبش. خدا میخواد از ما استفاده بکنه. ولی ما به وسیله روح القدس و کلامشه که بایستی تقدیس بشیم. اینه که تقدیس شدن خیلی مهمه. در کلام بودن خیلی مهمه. افراد میان توی دعا. من براشون دعا میکنم. اکثر افرادی که توی دعا اصولا میان توی جلسات ما افرادی این که اینها زندگیشون به طور کامل تقدیس نشد من میبینم افرادی که دائم میان کلیسا کم میان جلو برای دعا افرادی که کم میان توی کلیسا زیاد میان جلو برای دعا اوکی دعا نمیگیم زدش نیستیم ولی منظور به این که یه چیزهایی توی زندگیمون اگر درست بشه دیگه ما احتیاج به کمک این و کمک اون خدا به ما نشون میده راه ما استوار میشه پوست ما سفت میشه قابل استفاده صاحب بون میشیم خدا میخواد اینطور ما رو بسازه که بتونه یه ظرفی باشیم که یه فردی من میگه برد از من خیلی عاشق این این خدا از من هی استفاده کنه خیلی خدا میخواد اینو گفتم بهش ولی شما باید تقدیس بشی یک در کلام تقدیس بشی در کلام اون چیزی که بهش معتقدی درست باشه من به آقای معزگر دیروزی یه ذره گوش دادم به حرف ایشون که گوش میدم گفتم این،, این فرد این تعالیم از کجا دریافت میکنه چیه داره به مردم میگه چی داره به خور مردم میده حرفی که میزد مطابق تجربه زندگیش بود نه مطابق کلام خدا تدریسی که داشت میکرد تدریسش راجع به تجربه شخصیش بود این این درست نیست ما باید در کلام استوار بشیم که بدونیم کلام خدا چی میگه نه اینکه حسن آقا و آقا رضا و آقا علی و حسن آقا چی میگن خدا چی میگه خداست که حرفش ابدیه کلام خدا چی میگه اینی که آیا اول از همه آیا شما این واسه بنویسمش آیا شما آیا به آبی شاد دیده نشما؟ من رنگ فارسی شو رنگ سفیدش شو بیارم رنگ فارسی شو رنگ سفید شو بیارم آیا شما تشنه حقیقت کلام خدا؟ هستید یا به کلام موزگرتون ایمان دارید من بعضی ها میان توی کلیس های ما و اینها به خیلی ها گوش میدن و میبینم اینا توی سرشون قاطی شده انقدر بهشون چیز خوروندن یه چیزی اینی که استوار باشه مثل قضایی که میری سر این بوفه های هست توی آمریکا از این قضاوت هم از این قضاوت از این قضاوت هم هزار و یک چیز توی بشقابت و آخرم که تمام میشه دل درد داره دل درد در اینقدر در 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 قضای قضا قاطی خوردی که دل درد در در گرفته این نشون این که این فرد قضای درست و باست قضای اصولی و قضای درست و بر مبنای اون چیزی که بدن احتیاج داره بهش ندادن یه از این دریافت کردی یه از اون دریافت کردی یه از این شنیده یه از اون شنیده به این آمین میگه به اون آمین میگه من توی فیسبوک هم میبینم به تداریس من بعضی آمین میگن میرن به تداریس دیگه که زدیت داره با این حرفی که من زنده به اونا آمین میگن میگم اینا به گوش میدن واقعا استوار شدن در کلام میدونن کلام خدا در مورد عهد جدید چی میگه اینه که اولین چیزی اینه که ما در کلام در اون عقیده روحانیمون بر همین کتاب افسسیان چقدر مهمه استوار بشیم بر همین من وقت میگیرم آیه به آیه تدریس میکنم که ما در کلام جا بگیریم جا بیفتیم در کلام بشیم اصول درست یاد بگیریم نه اینکه بگیم آمین به این آمین به اون من هر کسی که دهنشو باز بکنه همچنین خودم و هر چیزی راجع به کلام بگه مقایسه میکنم با تمام انجیل با تمام انجیل این حرفی که داره میزنه درسته یا نه این آقای موزیگری ای من بهش گوش میدادم چند دقیقه توی فیسبوک به محض اینکه دهنش رو باز کردم این مسئله ای که میگفت صحبت میکرد برادر عزیزیه خدا رو شکر میگیم به خاطرش ولی حرفی که داشت میزد اصلا زدیت داشت با انجیل اصلا چیزی که میگه اصلا بود اصلا حتی زدیت هم نداشت چیزی بود از یه چیز میگم گفتم از کجا دریافت کرده اینو این تعلیم از کجا شما گرفتی و هزاران نفر به این فرد گوش میدن و آمین آمین میگن آمین خیلی جالبه برای من که اینها نشونگر اینه که اینا کلام خدا رو نمیدونن نمیدونن کلام راجع به دعا چی میگه نمیدونن کلام راجع به ایمان چی میگه نمیدونن کلام راجع به روزه چی میگه نمیدونن کلام راجع به شکست شیطان چی میگه نمیدونن کلام راجع به خون عیسی چی میگه اینه که یه ذره از این گرفتن یه ذره از این گرفتن یه ذره به این گوش دادن شما تالا شده به مثل یه ذره گوش دادن بتونی ریاضیدان بشی یه ذره از این درس گوش میدی یه ذره از اون درس گوش میدی یه ذره از این درس گوش میدی اصولی نیست که یاد گرفته باشی بر مبنای برای همین مدرسه که میری کلاس اول داره کلاس دوم داره کلاس سوم داره کلاس چهارم داره کلاس پنجم داره کلاس ششم داره کلاس هفتم داره کلاس هشتم داره کلاس نهم داره کلاس دهم داره کلاس یازدهم داره کلاس دوازدهم دیپلمتو گرفتی تازه میگن میتونی دانش دریافت بکنی بعد دانشگاه میشه سال اول میشه سال دوم میشه سال سوم میشه سال چهارم لیسانستو میگیری سال پنجم سال ششم فوق لیسانس سال هفتم سال هشتم دکترا رو میگیری بعد تحقیق دکترا تازه تازه شروع کردیم ما یه سال ایمان آوردیم به این گوش دادیم به اون گوش دادیم به این گوش دادیم میخوایم شبان کلیسا باشیم میخوایم موعظه‌گر کلام خدا باشیم نه تنها خودمون نمیدونیم دیگران هم به اون عدم دانشمون هدایتشون میکنیم این ظرفیه که بایستی گذاشتش بالای تاخچه شاید یه بار در سال بهش دست میخوای شما همچین ظرفی باشی اگر میخوای که خوش به حالت اگر نه بایستی اول در کلام استوار بشی فهم کلام رو داشته باشی کلام خدا در عهد جدید به وسیله عیسی مسیح چی میگه و برای ما چیکار کنه خداوند تو رو سپاس میگیم در نام عزیز عیسی مسیح به خاطر فهم روحانی که به ما عطا کردی ای پدر میترم ای خداوند این عزیزانی که این برنامه رو میبینن امروز حکمت عطا بکنی ای پدر و فهم روحانی خدا همه شما رو دوست داره و میخواد همه استوار بشید و رشد بکنید ایمانتون قوی بشه در این ایمان استوار بشه و باعث برکت خدا بشی. باعث برکت افرادی که در محوته شما هست در نام عزیز دی خداوند می طلبم به وسیله روح القدس ما را به تمام حقیقت رهبری بخواید از خدا خدا کمکتون بکنه. فهم روحانی به شما تا سله بوگون دورله بغای لگی یارالا موشت. سیستله بوگون دورله بغای نستله در نام عزیز عیسیای مست. مرسی. هللویا. فیز خداوند ما با شما باشه امروز. خداوند شما رو دوست داره. و میخواد از شما به طرز خیلی احسنی استفاده در نام عزیزش تا جلسه آید